خدمتتون معرفی کنم. در خدمت جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر، یک احوالپرسی با بیننده ها داشته باشید. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیزمون، مردم عزیزمون که نشستن پای تلویزیون و بخوام این برنامه رو نگاه بکنن، و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر محمود کاشانی که انصافا خودم و شاگرد ایشون میدونم و همکار عزیز و ارجمندم که سالها باشون در دانشگاه تهران در گروه علوم سیاسی افتخار همکاری داشتیم، آقای دکتر موسی نجفی و دیگه ما بقیه آقایون که دستن در کار و خانم هایی که دستن در کار برنامه امشب هستن. بله، خب ایشون در حقیقت در مقام مجری کارشناس برنامه میهمان ها رو معرفی کردن. ما بهشون سلام کردن. در خدمت آقای دکتر موسی نجفی هستیم که ایشون استاد پژوهشگاه علوم انسانی هستن و سوابق ایشون رو آقای دکتر زیبا کلام فرمودن. آقای دکتر بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بینندگان عزیز، جناب عالی، اساتید محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم امشب برنامه مفید و خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و فرزند حضرت آیت الله کاشانی هستیم. آقای دکتر بفرمایید. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و میهمانان جناب عالی. امیدوارم این برنامه هم سودمند واقع صحبت شو کردیم. اینی که واقعا بیایم به یک مقداری به تاریخ برگردیم، یعنی مبانی و ریشه های تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بررسی بکنیم. نه، چرا اون مقداری که دیشب صحبت شد، من نمیگم ملی شدن صنعت نفت، من دوست دارم بگم نهضت ملی شدن صنعت نفت، برای اینکه فقط دیشب هم عرض کردم خدمت شما آقای دکتر رجب‌الله از پای تلفن که فقط مسئله ملی شدن صنعت نفت نبود، یعنی یه پدیده صرف اقتصادی نبود اونچه که اتفاق افتاد، بلکه یه عقبه تاریخی مبارزات سیاسی اجتماعی ایرانیان بود که میشه گفتش که در سال 331 تبلورش بود دیگه، فورانش بود. و به نظر من ما تا متوجه نشیم که این عقبه چی بوده خیلی نمیتونیم واقعا به نهضت ملی شدن نفت خیلی نمیتونیم اشراف پیدا بکنیم. بحثایی هم که در رابطه با رضا شاه به وجود آمد که بنده معتقدم رضا شاه واقعا خدمت کرده به مملکت، حالا نمیدونم آقای دکتر کاشانی آقای دکتر نجفی چه فکر بکنن، و میخوام از این نظرم امشب اگه فرصت شد، فرصتی شد، دفاع بکنم بگم چرا خدمت کرده، و اتفاقا در مورد نفتی که از بالاترین خدمتاش اتفاقا در مورد نفت بوده. ببینید اینا پیش میاد فی الواقع. حالا ما دو کار میتونیم بکنیم، ما میتونیم بگیم آقا ما همه اینا رو بزنیم کنار و به همون سیاه‌وسفیدهایی که تا به الان تو تاریخ مورد استنادمون بوده، صادق، خائن، تقیب، خادم، حسین سیاه، حسن سفید، میتونیم همون بازی رو دو مرتبه ادامه بدیم، ولی به نظر من نمیشه، راه به جایی نمیبینیم. بالاخره یه روزی یه نگاه متفاوتی، یه نگاه دیگری باید بشه به خیلی از چیزهایی که آقای دکتر رجبی، ما فرض گرفتیم رضا شاه به جز خیانتش کاری دیگه نکرده، ما فرض گرفتیم که رضا شاه عامل انگلیسا بوده، ما فرض گرفتیم که رضا شاه هر کاری کرده به دستور انگلیسا بوده، ولی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که کارهای رضا شاه، ببینید شیوه حکومتش من کاری ندارم، شیوه حکومتش پلیسی بود، دیکتاتوری بود، استبدادی بود، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید آدم به جز خدمت و خدمت و باز هم خدمت واقعا دستاورد دیگه برای مملکت نداشته. حالا اگر فرصتی شد، من میگم، من همینجوری شعار نمیخوام بدم که چرا من رضا شاه رو خادم میدونم، میگم که دلایلم برای این که برای شنوندگان بینندگان عزیزمون من توضیح میدم که آقا جون چی رو من در رضا شاه و اقدامات رضا شاه میبینم که میگم این خدمت به مملکت بوده. این خدمت، من معتقدم که دو شخصیت تاریخی هستن که ایرانی که ما امروز میشناسیم، جنوبش خلیج فارس، شمالش دریای خزر،
شرقش پاکستان، افغانستان، غربش عراق و ترکیه هستش. اینا ایران به عنوان کشور، بله این ایران، این ایران که ما امروز میشناسیم مدیون دو چهره تاریخی معاصر هستش، معاصر تو این 200 سال. مدیون ضرب شمشیر آقا محمد خان هستش و مدیون چکمه‌های رضا شاه. اگه این دو عامل نبودند شاید بخشایی از این ایران امروز نبود. حالا مال آقا محمد خان رو من میذارم کنار که آقا محمد خان تونست ایران رو مجدداً ایران بکنه. از قضای روزگار متاسفانه و بدبختانه هر دو این شخصیت ها فوق‌العاده منفور هستن. حالا آقا محمد خان دیگه به انگلستان نمیچسبونیم، ولی این رضا شاه رو به انگلستان میچسبونیم و مثلا آقا هم اگه خورده میگیم که به دستور حالا لندن بوده یا سفارت انگلستان بوده. اما ببینید انقلاب مشروطه شد. حالا آقای دکتر نجفی در مورد مشروطه بیشتر توضیح میدن. انقلاب مشروطه شد. ولی انقلاب مشروطه من واردش نمیشم که حالا دستاورداش چه بود چه نبود اینها. انقلاب مشروطه کاری که کرد این بودش که بنای حاکمیت قاجار رو ترک‌های درست حسابی توش وارد کرد. منتها خودش نتونست انقدر نیرو داشته باشه که بیاد به عنوان یک حکومت جایگزینش بشه. در فاصله انقلاب مشروطه تا کودتای رضاخان و سید ضیا 15 سال فاصله است. تو این 15 سال اگه منحنی 15 سال ما رسم بکنیم، ایران منظمن داره رو به افول میره. یعنی چی داره رو به افول میره؟ یعنی اینکه شما از سیستان و بلوچستان که وارد ایران میشین، یه دور کامل که میزنین، عملاً بخش‌های بزرگی از مملکت در پایان این 15 سال دیگه جزء ایران نیست. سیستان و بلوچستان عمدتاً دست قبایل بلوچ. میایم بالاتر، استان خراسان کل محمد تقی خان پسیان در مشهد و شهرها هستش، بیرون شهرام ترکمن‌ها هستن. میایم میرسیم به شمال، گیلان و مازندران. حالا مازندران که خیلی چیز نبود، اصل گیلان بود. گیلان هم میرزا کوچیک خان و قیام جنگل دست جنگلی‌ها هستش. از اونجا میرسیم به آذربایجان، آذربایجان دست شیخ محمد خیابانی و فرقه دموکرات هستش. از اونجا میایم پایین به طرف کردستان، دست اسماعیل خان سیمتقو حالا کردا هستش. از اونجا میایم پایین‌تر میرسیم به شیخ خزعل و اتحادیه اشاعر بنی کعب خوزستان عراق که عملاً جدا کرده خزعل ایران رو، پایتخت مرکزش رو برده به محمره یا خرمشهر و بیرق رو برده بالا. تمام عوامل حکومت مرکزی رو مثلا بیرونشون کردن، هم اسماعیل خان سیمتقو بیرون کرده، هم شیخ محمد خیابانی به رسمیت نمیشناسه و قصه‌الاس. از اونجا فلواقع میایم میرسیم به فارس، قبائل درشوری و دشمنزیاری و ممزنی و بختیاری و... یعنی ببینید مملکت عملاً فرو پاشیده از هم دیگه. همه چه مشروط خواه ها چه غیر مشروط خواه ببخشید آقای دکتر، مثل اینکه آقای سلیمی نمین هم رو پشت خط هستن. نداره باش بله. من تموم بکنم، بعد آقای سلیمی نمین بیاد بگیم بله. رضاشا خائن بوده و قصه الهازه ایرادی نداره، من فقط جهت اطلاع بیننده ها هست کردم. همه نیروهای که اون موقع در ایران بودن، یعنی مقارن کودتا، چه مخالف مشروطه بودن چه موافق مشروطه بودن، چه متدین بودن چه بیدین بودن چه بادین بودن، همشون در یک عامل مشترک بودن و اونم این بودش که یک قدرت مرکزی نیرومند باید در ایران به وجود بیاد که کشور رو از این پرتگاه، از این ویرانی، از این وضعیت نجات بده. اون نیرو در قالب سید ضیاءالدین طباطبایی بله. و رضا خان سردار سپه اتفاق افتاد. سلام عرض ادب دارم خدمت شما. من هم متعاقلا خدمت حضرت عالی و عزیزان حاضر در استودیو و بینندگان عزیز شبکه 4 عرض سلام دارم. آقای سلیمی نمین، رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران و پژوهشگر و مورخ هستند که دیشب هم در برنامه ما